بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز در رابطه با عملیات اساسی بالای دو متریکس است که در متریکس ها شما خواندید. متریکس تعریف کردیم که عبارت از اعداد و اشیایی است که داخل یک جدول مستطیلی و شکل سطری یا ستونی ترتیب شده باشد. بعد خواندیم که یک متریکس دارای سطر و دارای ستون هست که در متریکس A مثلا اگر داشته باشیم A و B و C و D دینه متریکس، اینی ها را میگه سطر و اینی ها را میگه ستون. خب بعد در متریکس در حاصل جمع متریکس ها دو متریکس ما میتونیم جمع کنیم به شرط از اینکه مرتبه متریکس ها با هم مساوی باشه، یعنی تعداد سطر و ستون مساوی باشه. اگر در یک متریکس تعداد سطر و ستون مساوی نباشه یا دو متریکس جمع نمیتونیم، تفریق نمیتونیم. خب مثلا متریکس A اینی چیز داره، متریکس B هم داشته باشیم E F G H، این هر دو رو با هم جمع کنیم. اگر خواسته باشیم A و B رو با هم جمع بکنیم به این شکل جمع میشه، عنصر اول ازی با عنصر اول ازی جمع میشه A جمع E و عنصر دوم با دوم جمع میشه B جمع F، عنصر سوم با سوم ازی C مثبت G و DH D مثبت H یا حاصل جمع میشه. اما اگر تفریق خواسته باشه عین کار میکنی، تنها این علامه ها چی میشه؟ اگر منفی میشه. خب اگر این مثال رو هم در نظر بگیریم خوب است. A را مساوی داشته باشیم به 1, 2, 3, 4, 5, 6 و متریکس B را داشته باشیم مساوی به 6, 5, 4, 3, 2, 1. این متریکس داره، متریکس A و B. متریکس چند در چند است؟ مرتبهش دوی در سه و یا دوی در سه. حاصل جمعی از چند باید شوه؟ دوی در سه. درسته؟ A مثبت B مساوی است با حاصل جمعی از دریافت کنید، یک مثبت شش، یک مثبت شش، دو مثبت پنج، دو مثبت پنج، سه مثبت چهار، سه مثبت چهار، چهار مثبت سه، پنج مثبت دو، پنج مثبت دو و شش مثبت یک. خب حاصل از این مساوی میشه به یک و شش هفت، دو پنج میشه هفت، سه و چهار میشه هفت، چهار و سه میشه هفت، دو پنج میشه هفت، شش و یک میشه هفت. این رقم یک متریکس. خب حاصل تفریق را دریافت کنیم باز هم همین شکل است. در قسمت منفی یک مثال کار کنیم، متریکس داریم به این شکل 2, 4, 6, 3, 5, 7 یک متریکس. متریکس B مساوی است با 1, 3, 4, 2, 8, 9 این هر دو متریکس داره. متریکس 2 در 3 و یا 2 در 3 متریکس هم مرتبه است، بنابراین تفریق میشه A منفی B مساوی است با 2 منفی 1 میشه 1، 4 منفی 3 میشه 1، 6 منفی 4 میشه 2، خب 3 منفی 2 میشه 1، 5 منفی 8 میشه -3، 7 منفی 9 میشه -2. یا حاصل تفریق دو متریکس. ضرب متریکس اول داریم، ضرب اسکالر در متریکس. خب در ضرب متریکس ضرب اسکالر در متریکس داریم و ضرب دو متریکس داریم، متریکس ضرب در متریکس. خب اسکالر در متریکس یعنی که اگر الفا ضرب در یک متریکس شود، خب مثلا الفا را انتخاب کنیم مساوی به 3 و متریکس ما مساوی باشه به 1, 2, 3, 4 این متریکس باشه. الفا را وقتی که ضرب میکنیم یعنی 3 را ضرب در متریکس میکنیم، متریکس ما اینی است 1, 2, 3, 4. وقتی رو با هم ضرب میکنیم باید هر کدام از ضرب شد، 3 ضرب در 1 میشه 3، 3 ضرب 2 میشه 6، 3 ضرب 3 میشه 9، 3 ضرب 4 میشه 12. پس حاصل ضرب اسکالر در متریکس این شکل است. بعضی وقت اگر دو عدد
در یک متریکس ضرب شود، مثلا یک الفا در نظر بگیریم، یک بیتا در نظر بگیریم، ضرب در ای. اگر این شکل بود سکل این سه خاصیت سه رقم ضرب بکنیم یک چیز است، مثلا الفا ضرب در بیتا ضرب در ای مساوی است به الفا ضرب در بیتا ضرب در ای، و این مساوی است به بیتا ضرب در الفا ضرب در ای. یا حاصل هر سهش یک چیز است. خب حاصل ضرب دو متریکس، دو متریکس داریم به این شکل، مثلا A B C D، و متریکس بعدی را متریکس B را مساوی داریم به E F G H. خب حاصل جمع از چه قسم، حاصل ضرب از چه قسم میشه؟ سطر اول ضرب در ستون اولی متریکس دوم. خب یعنی که A ضرب در E، خب گوش کن، A ضرب در E، خب B ضرب در G، B جمع B ضرب در G، B ضرب در G. خب این بار A ضرب در F، A ضرب در F جمع B ضرب در H، B ضرب در H. این بار سطر دوم ضرب در ستون اول بعد ضرب ستون دوم، C ضرب در E، C ضرب در E جمع D ضرب در G، D ضرب در G. خب یا سطر از ستون اولی، اینا در ستون دوم، C ضرب در F، C ضرب در F مثبت، D ضرب در H، D ضرب در H. خب نال مثال کار کنیم. خب در ضرب متریکس ها کش کنیم، اگر متریکسی داشته باشه، متریکس A مثلا A I J مساوی به M در N باشد، و متریکسی B ما، B ما مساوی به کای در پی باشه، خب گوش کن، حاصل ضرب A و B، حاصل ضرب A و B مساوی میشه یک به متریکس مانند C، که متریکس C، C I J باید M در P باشه. حاصل از این چیز میشه، سعی کنید، حاصل ضرب دو متریکس یک شرط داره. اون شرط چیه؟ که تعداد ستون اولی مساوی به تعداد سطر دومی باشه، یا تعداد سطرهای متریکس اول مساوی به تعداد ستون متریکس دوم باشه. این شرط داره. اگر این رقم بود ضرب میشه، اگر نبود ضرب نمیشه. این که مساوی بشه درسته، صحیح؟ هر دو هم مرتبه باشه درست، اما اگر هر دو هم مرتبه نبود این شرط باید داشته باشه، تعداد سطر اولی مساوی به تعداد سطور متریکس دومی باشه. خب حالا ما اینو ضرب میکنیم، حاصل ضرب A و B مساوی به، سعی کنید، سطر اولی ضرب ستون اولی متریکس دوم میکنه، سطر متریکس اول ضرب ستون متریکس دوم، دو ضرب در یک، دو ضرب یک جمع، سه ضرب در دو، سه ضرب در دو، منفی یک ضرب منفی یک جمع، منفی یک ضرب منفی یک. خب از این سطر اول تمام ضرب ستون اولی شد، اینا لی سطر اول ضرب ستون دوم بکنه، دو ضرب در سه یک فاصله میتیم، دو ضرب در سه مثبت، سه ضرب در صفر، سه ضرب در صفر مثبت، منفی یک ضرب دو، منفی یک ضرب در دو. خواه رسیدیم که سطر اول ضرب ستون دوم هم شد، درسته؟ اینا لیه سطر دوم ضرب در ستون اول، منفی دو ضرب در یک، منفی دو ضرب در یک. خب یک ضرب در دو، یک ضرب دو، دو ضرب در منفی یک مثبت، دو ضرب در منفی یک. خب اینا لیه سطر دوم ضرب در ستون دوم،
منفی دو ضرب در سه. منفی دو ضرب در سه. خب یک ضرب در صفر. یک ضرب در صفر. دو ضرب در دو. دو ضرب دو. خب دو ضرب یک دو. سه ضرب دو شش. دو سه شش. خب منفی یک ضرب منفی یک مثبت یک. دو ضرب سه شش. سه ضرب صفر صفر. منفی دو. منفی یک ضرب دو منفی دو. منفی دو ضرب یک منفی دو. خواه جمع یک ضرب دو دو. خواه دو ضرب منفی یک منفی دو. منفی دو ضرب سه منفی شش. خواه یک ضرب صفر هم صفر. دو ضرب دو هم چهار. خب ادامه شو کار میکنیم. خواه دو شش هشت. هشت یک نو. دو شش هشت. هشت یک نو. خواه شش شد منفی دو چهار. منفی دو مثبت دو خلاص منفی دو. و منفی شش و مثبت چهار منفی دو. یعنی یک متریس چند در چند شد؟ دوی در دو. حاصل ضرب از ضرب سه که گفتیم دوی در سه نیست. سه در دوی. باید حاصل ضرب شد دوی در دو شوکه نشد.